بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی مع الحق و الحق مع علی یدور و معهو حیثما دار. بهترین ذکر و بهترین دعا و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمده. اللهم محمد و آل محمد و عجل. خیلی برکات فوق‌العاده‌ای برای اونهایی که مداومت بر این ذکر بلند دارن تو روایات ما بیان شده. یکی از اون برکات اینه، امام صادق علیه السلام فرمود کسی یک بار این ذکر رو بگه صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، خدای متعال هزار صلوات رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ایامی که درش هستیم، دهه مبارکه اول ذیحجه، دهه بسیار مهمی هست. در چند جای قرآن به این دهه اشاره شده: و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، یک ماه ذی‌قعده خدا وعده داد حضرت موسی به کوه طور بیاد، اما 10 شب اضافه کرد. این 10 شب ده اول ذی‌حجه است. حج در ایام خاصه، بل حج و اشهر و معلومات، ایام معلومات، این ایامه. اصلا خدا به این 10 شب قسم خورده: والفجر و لیال عشر، قسم به فجر صادق، سفیده صبح، اذان صبح میدمه، بعد از تیره و تاریکی شب روشنایی فرا میگیره عالم رو، و قسم به اون 10 شب، لیال عشر، لیال جمع لیل دیگه، یعنی شب. اون 10 شب تو روایت داریم دهه اول ذی‌حجه است، از اول تا عید قربان، که پیغمبر خدا فرمود عمل خیر و عبادت در هیچ ایامی مثل این ایام نزد خدا محبوب نیست. روزه گرفتن 9 روز اولش سفارش شده. دعاهای خیلی زیبایی در این دهه هست که خدا را اصلا ما به این ایام قسم میدیم که این ایام فضلتها علی الایام. یک ذکر خیلی بلندی تو مفاتیح هست مال این دهه، از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام: لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد الشعر و البر. خیلی ذکر بلندی است، لا اله الا الله به عدد تمام ذرات عالم.
خیلی دعای بلندی است. انشالله این دعاها رو فراموش نمی کنید. البته هفتم ماه شهادت امام محمد باقر علیه السلام و نهم ماه هم شهادت حضرت مسلم و روز عرفه. اگر شهادت نبود، شهادت حضرت مسلم، روز عرفه، شیخ عباس قمی میگه به عنوان یکی از اعیاد ما معرفی میکردیم، به عنوان عید. در میان شبها ما شبی مثل شب قدر برای دعا و راز و نیاز با خدا نداریم، در میان روزها هم روزی مثل روز عرفه نداریم. حالا اونه که رفتن سرزمین عرفات که رکن مهم حج عرفه است، انقدر روایات عجیبی داریم درباره اونه که عرفه حضور دارن، خیلی روایاتش عجیبه که حتی خدا بدترین آدما در عرفات حاضر بشن به اونا نظر میکنه، حتی کافر. و حدیث داریم همه اونایی که در سرزمین عرفات حاضر میشن خدا میامرزه، مگر اون کسی که در آمرزش خدا شک بکنه، یعنی این مهمانی رو نپذیره. الله اکبر. پیغمبر خدا وقتی غروب عرفه شد فرمود برید عبادتاتون رو از سر بگیرید، گذشتتون همه رو خدا بخشید. خیلی خوب دعا کنید انشالله خدا عرفه نصیبمون بشه در سرزمین عرفات. و از اون بالاتر که این باز شاید راحت تر باشه، چون حج تمتع خب باید آدم بره تو نوبت و اسم بنویسه و زنده باشه بره نره، ولی تو روایت داریم خدا الله اکبر اول در روز عرفه به زوار قبر الحسین، اول به زوار قبر ابا عبدالله نظر میکنه، بعد به حجاج بیت الله. آقا حاجی ها مهمان خدا هم، کربلایی ها مهمان امام حسین هم. خدا میگه اول کار اینا رو را بندازید، به اینا لطف و عنایت کنید، بعد به حاجی های خودش. کسی مثلا تو خونه مهمان داره، بگه اول مهمان های همسایه رو پذیرایی کنید، بعد مهمان های خودم. الله اکبر. کسی امام حسین رو زیارت کنه مثل این که خدا را مافوق عرش زیارت کرد. انشالله عرفه ای هم خدا قسمت کنه کربلا، زیارت الحسین علیه السلام که با هیچی برابری نمی کن. که می دونید هم شب عرفه، هم روز عرفه، هم شب عید قربان مستحب است زیارت الحسین علیه السلام. خب این دهه خیلی مهمه. بعدش هم عید قربان و که قربانی خیلی خیلی سفارش شده. عزیزانی که به خاطر گرانی گوسفند نمیتونن یه گوسفند ذبح بکنن، شراکتی 5 نفر 10 نفر یه مبلغی بگذارن یه گوسفند خودشون هم مصرف کنن. طوری نیست، به فقرا دادن، به فامیل همسایی ها دادن، ندادن خودشون مصرف. خود خون ریختن و ذبح قربانی خیلی برکات داره. و بعدم سوره به اصطلاح آیه فدک نازل شده، آیه اولوالعزم نازل شده، خیلی مناسبت داریم. و ولادت امام هادی نیمه ما و بعدم عید بزرگ قدیر که از همه ایام سال افضل و برتر، چون این ایام یعنی اول ذی‌حجه مصادف است با سالگرد ازدواج پرخیر و برکت و نورانیه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام. من چند جمله عرض ادب به محضر این بزرگواران داشته باشم. ما همچین ازدواجی همانند او در عالم نداریم که ازدواج دو معصوم کامل، صدیق کامل، ولی کامل، پیغمبر و امام های ما همسر داشتن ولی همسرشون در افق خودشون نبوده، پایین تر بوده قطعا. ولی این که پیغمبر یا امام با کسی ازدواج کنه که هم افق اوست، هم درجه اوست در همه کمالات، فقط همین ازدواجه. این آیات تعویل به این بزرگواران شده. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا
به هم آمیخته شدن، بینهما برزخ لا یبغیان، واسطه وصول این دو دریا پیغمبر خدا بود که این آیه تعبیل به پیغمبر. نتیجه این ازدواج یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ و مرجان فرمود امام حسن و امام حسین که دو امام، امام معصوم، از این خیر و برکت این ازدواج دو امام معصوم متولد شد. در هر صورت خیلی حضرت زهرا خواستگار داشتن، ولی فرمودن امر او دست خداست، جبرئیل نازل شد، خدا امر فرموده، باید بی بی فاطمه زهرا را به عقد و ازدواج مولا امیر المومنین علی علیه السلام در بیاری. امام صادق علیه السلام فرمود اگر خدا حضرت علی رو خلق نکرده بود، تا آخر قیامت، تا ابدیت حضرت زهرا بی شوهر میمان، چون هم کف و هم شأنی برای او نبود. غیر از حضرت علی کسی هم شأن، پیغمبر که پدره، نمیشه ازدواج کنه. غیر پیغمبرم دیگه کسی نبوده هم افق حضرت زهرا باشه. میدانید اینم روایت جالبیه، یه موقع پیغمبر خدا فرمود والله خدا بیش از من مولا علی رو دوست داره. بعد فرمودن که تمام انبیا نسلشون از پسر بوده، ولی نسل من از داماد من هست. همه انبیا اولاد پسرشون ازدواج میکردن، نسل اون پیغمبر زیاد میشه، نه به نتیجه پیدا میشه. ولی پیغمبر ما چی؟ از اولاد پسر حضرت فرزند نداره، یه نوه نداره. نسل پیغمبر از صلب فرمود پسر عمم مولا امیر المومنین علی علیه السلام. یعنی اگر حضرت علی نبود پیغمبر بدون نسل میمان. اینم به برکت امیر المومنینه. خب به امیر المومنین افرادی پیشنهاد دادن پیغمبر دوست داره، برو خواستگاری. خواستگاری کردن، پیغمبر خدا فرمودن علی جان چی داری از مال دنیا؟ عرض کرد یه شمشیر دارم برای جهاد، یه شتر دارم که مرکبه و یک زره. حضرت راندن شتر برای زندگی لازمه، آدم یا خودش سوار بشه یا بار ببره. شمشیرم برای جهاد لازمه، حالا زره نباشم طوری نیست، زره تو بفروش. زره رو فروختن، یه شیربهایی آماده کردن. ببینید الان میلیون ها دختر و پسر مجرد تو نوبت ازدواجن، سن ازدواج متاسفانه خیلی رفته بالا و مشکلات ازدواج خیلی خیلی زیاد شده. یک جهتش رو میخوام بگم، یک جهت مهمش تشریفات، تجملات، تکلفات، سختگیری های بی مورد این موضوع رو خیلی سنگینش کرده. اصل ازدواج دختر و پسرم و یک زندگی ساده، این تشریفات و تجملاتی که باید چنین باشه چنان باشه، از انتخاب مورد که چه معضلاتی داره و بعد مراحل بله برون به توافق برسن و بعد مهریه های سنگین، جهاز سنگین، پذیرایی سنگین، نمیدونم مهمانی سنگین، واقعا یک معضلی تو جامعه ما درست شده که اینا هیچ کدوم جزء دین ما نیست. پیغمبر خدا، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر زیبایی دارن چه ازدواجی بهترین ازدواج هاست. خیر و نکاح ایسرهو، یعنی چه؟ یعنی بهترین ازدواج ازدواجیه که آسان باشه، از همه آسان تر باشه، سخت نگیریم. مورد ازدواج یه دختر میخوان انتخاب کنن یا داماد میخوان انتخاب کنن، چنین باشه چنان باشه. تو روایات ما داریم کسی اخلاق و ایمانش خوبه قبول کنه. دختری که با ایمان خوش اخلاقه، پسری که با ایمان خوش اخلاقه،
رزق و روزی هم واقعا دست خداست. اصلا سریع قرآنه، میگه دختر پسرا رو به مراحل ازدواج راهنمایی کنید، وسایل ازدواج رو فراهم کنید. ان یکون فقراء یغنهم الله من فضله، اون نیاز ضروری رو خدا رزقش رو میرسانه. بله تشریفات و تجملات و خرید عقد کذا و طلا و نمیدونم این چیزای سنگینی که یا مهریه های سنگین، اینا رو خدا ضمانت نکرده، بلکه مذمت هم شده. از شؤومت شعامت یک خانم اینه که مهریه سنگین باشه، خوب نیست این چیزا. مگه ما میخوایم جنس معامله بکنه؟ ما میخوایم آدم بفروشیم؟ قیمت انسان ماورای دنیاست، با پول و طلا که چیز نمیشه قیمت بگذاری. اگرم فکر میکنید که مثلا مهریه سنگین، کسی به خاطر مهریه سنگین مجبوراً ازدواج میکنه ادامه میده، نه. شما یه آمار خیلی راحت بهتون عرض میکنم، خانواده های ثروتمند، مرفه، افراد مشهور، افراد که خیلی سر توشون درگیری، اختلاف، آمار طلاق به مراتب بیشتره. شما تو روستاهایی که یا شهرهایی که مستضعفن ببینید آمار طلاق چقدر کمه، از دادگستریاشون بپرسید. میخوام بگم مهریه سنگین، جهاز سنگین، پول زیاد، ثروت، اینا مشکل اخلاقی و اجتماعی رو حل نمیکنه، مشکل خانوادگی رو. اخلاق، ایمان، تقوا، محبت، گذشت. امام مجتبی علیه السلام به یکی فرمودن دخترتو به کسی بده که با تقوا باشه، خدا ترس باشه. اگه دخترتو دوست بداره، عاشقش بشه، که مشکل حله، مشکلی نه، تا آخر کار راحت. اگرم دوستش نداشته باشه به خاطر دین و ایمانش او رو اذیت نمی کنه، باش می سازه، کنار میاد. لذا فرمود پیغمبر خدا دو معیار خیلی مهمه، اینا رو لحاظ کنیم. من جا اکم ممن ترزون خلقه و دینه، در انتخاب داماد، در انتخاب دختر، اگر خوش اخلاق، با ایمان، با عفاف، پاک، پاک زندگی که با ایمان، با تقواست، حالا قد و قوارش کم و زیاد، پول و ثروت زیاد نداره، نمیدونم موقعیت، شرایط اجتماعی، بابا اینا خیلی چیز مهمی نیست. از تو حتی فاصله سنی هم خیلی چیز مهم، اولویت های آخره. حالا یک کم هم فاصله سنی طوری نیست، اساس خود شخصه، خود دختره، خود پسره. یا آقای میگه ما 40 رفتیم خواستگاری، همش پرسیدن داماد چقدر پول داره، خانه داره، ماشین داره، درآمدش، یه جا نگفتن نماز میخونه، ایمان داره، اخلاق داره، آدم هست. نعوذ بالله، مثلا معیارا عوض شده آقا، دنیای دیگه شده. همینایی که مذهبیان ها، همینایی که مذهبی، قیافش چطوره؟ براشون قیافه از همه مهمتره، پول از همه مهمتره. این اشتباهه. ازدواج بر اساس پیوند دو انسانه، دو مؤمنه. لذا فرمود بهترین ازدواج اونیست که از همه آسانتر باشه. یه روایت زیباییست، یه روزی پیغمبر خدا به اصحاب فرمودن اتدرون علا من حرمت النار، میدونید آتش جهنم بر کی حرامه؟ اصلا نمیذارم بره جهنم. گفتن چه میدونیم کیه؟ فرمود علل حین لین، دو کلمه است، حین لین. حین یعنی چه؟ باهای دو چشم، یعنی کسی که بر خودش و بر دیگران آسان میگیره. سخت نگیرید، آسان. به خودت سخت نگیر، به دیگران. من همیشه میگم در ازدواج و در هر کاری لقمه رو به اندازه دهانمون یا کوچکتر بگیریم. لقمه بزرگ میگیری خفه میشی، گلوت گیر میکنه. پا رو به اندازه گلیمت دراز کن. چرا میری با یک طایفه خانواده که بلند پروازی میکنن، تاخچه بالا میذارن به قول ما؟ برو با یک کسی مثل خودت یا پایین تر از خودت، بساز باشه، ایمان، اخلاق، محبت داشته باشه. اگه زن و شوهر همدیگه رو دوست بدارن، من 100 امضا میکنم مشکلات حله. اما دوست نداشته باشن،
دائم دعوا و نزاع و اختلاف. اون عشق و محبت ریشه کاره، اساس کاره. امام باقر فرمود دین یعنی محبت، محبت یعنی دین. بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و اولاد، بین دو دوست، فامیل، محبت، این ریشه و مغز دینه. مال و ثروت که مشکل رو حل نمی کنه، همش جنگ و دعوا درست میکنه. بله به اندازه نیاز خوبه. در هر صورت فرمود آتش جهنم حرام است کسی که حین یعنی سخت نگیره. به قول حافظ میگه دوش با من گفت کاردانی تیز هوش، و شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. چی گفت؟ گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوش. دنیا را سخت بگیری به سخت میگیره، آسان بگیری آسان میگیره. زندگی صادقانه و راضی. در هر صورت امیرالمومنین زرهشون رو فروختن، یه جهاز خیلی ساده، جهاز حضرت زرا 17 قلم بوده، ظرف و زیرانداز و روانداز و یه آفتابه و تشت و نمیدونم ظروفی که روزمره میخوان زندگی کنن، یه چیز خیلی ساده ای که پیغمبر ما وقتی جهاز حضرت زهرا را دیدن گریه کردن، فرمودن خدایا برکت قرار بده برای طائفه ای که بیشتر ظرفشون سفالیه، گلیه. جهاز ساده. شما میدانید حضرت علی وقتی اول ماه ذی‌حجه جشن عقد بوده، بیستم ماه یعنی 20 روز بعدش عروسی بوده. شب عروسی حضرت علی نه خانه داشتن نه ملک، حتی اتاق اجاره‌ای هم نداشتن. الله اکبر، چه خانواده یعنی اینا؟ همه عالم برای اینا خلق شده. دنیا ارزش نداره که خدا اینقدر به اولیاش مضایقه داره. آمدن خدمت پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله داماد شما جا نداره، چون اینا از مکه هجرت کردن، مهاجر بودن، مهمان مردم مدینه انصار بودن. خود پیغمبر مهمان ابو ایوب انصاری بود، یه طبقه خودشون مادرش بود، یه طبقه پیغمبر بودن. خونه کوچیک و محقر که خراب کردن. بعدن مهاجرینی که از مکه آمدن مهمان مردم مدینه بودن، آمدن به پیغمبر گفتن آقا دامادتون میخواد عروسی کنه، جا نداره، چیکار کنیم؟ گفتن آقا حارثه ابن نعمان یه اتاق خالی داره. فرمودن ما چند تا اتاق ازش برای مسلمان ها گرفتیم دیگه، روم نمیشه بهش بگم. خبر به گوشش رسید، خودش آمد. خب با افتخار، من افتخار میکنم دختر شما، داماد شما خانه من بیان. یه اتاق در اختیار حضرت علی و حضرت زهرا گذاشت. الله اکبر. عروسی کردن، عرضم تمام. انشالله از مداح اهل بیت آقای تحویل دارم بهره من میشید. من کوتاه دیگه کردم منبر رو. وقتی که میخواستن زندگی مشترک رو شروع کنن، امیرالمومنین حضرت زهرا با هم زندگی مشترک رو شروع کنن، حضرت پیغمبر خدا خواستن دست حضرت زهرا رو تو دست حضرت علی بگذارن، دو سه تا سفارش کردن. فرمودن علی جان با رفق و نرمی که پیغمبر فرمود جهنم حرام است بر کسی که آسان بگیره و ملایم و نرم خوب باشه. فرمودن با فاطمه من با نرمی و رفق و مدارا باش زندگی کن، چون او پاره تن منه. هرچی او رو آزرده کنه منو آزرده کرده، و هرچی او رو خوشحال بکنه منو خوشحال کرده. التف به زوجته که ورفن، با لطافت، با ملایمت. گله، خانوم گله، گلو نمیشه یه باد تون او رو پرپرش میکنه. امیرالمومنین میفرماد بعد از سفارش پیغمبر، والله یک بار فاطمه رو من ناراحت نکردم و یک بار او رو در یک کاری اجبار نکردم تا از دنیا رفت. نه اجبار کردم نه ناراحتش کردم، متقابلا هم
حضرت زهرا علیه السلام هیچ وقت به من وادار نکرد منو بر یک کاری و مخالفت با من نکرد تا از دنیا رفت، بلکه مشکلات زندگی پیش می آمد. خیلی موقع حضرت علی در جهاد بودن، می فرماید وقتی وارد خانه می شدم چشمم به جمال حضرت زهرا می افتاد، همه غمها و غصه های عالم از دلم می رفت. کانون خانواده باید اینطوری باشه که انسان همسرش رو میبینه، همسر شوهر رو میبینه، غم و غصه ها از دلشون بیرون بره. ینکشف عن الاحزان والهموم. انشاءالله خدا توفیق بده. خیلی دعا کنید. من واقعا از چیزایی که رو دلم خیلی سنگینی میکنه، میلیونها دختر و پسر سن بالا، 20 به بالا، 25 به بالا، 30 به بالا، تو نوبت ازدواجن، حالا برای موردش خیلی دغدغه دارن، برای جشنش، برای پولش، برای مسکنش، برای اجارهش، برای شغلش. یک کمی این سختگیری ها رو بذاریم کنار، قانع و راضی باشیم، توکل به خدا هم بکنیم. خدا وعده کرده این یکون و فقرا، به وعده خدا تمام دنیا. دو تا دختر پسری که مجرد بودن میگن ازدواج کردیم رزقمون بیشتر شده. اون خدایی که رزق دختر تو خانه بابا میده، تو خانه شوهر میده. توکل به خدا کنه. خدا تو رو قسم میدیم به حق مولا امیرالمومنین و حضرت زهرا، مشکلات جوانانمون برطرف بفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج جوانهامون فراهم بفرما. از برکات این ایام ماه ذی‌الحجه ما رو بهره‌مند بگردان. توفیق احیاء امر قدیر و امامت و ولایت مولا علی رو به ما مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. مریضها شفا عنایت بفرما. رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ فرما. وسعت رزق، عافیت، سلامتی، امنیت کامل مرحمت بفرما. هدیه کنیم محضر مولا امیرالمومنین حضرت زهرا، حضرت معصومه، صلوات بر محمد و آل محمد.